خب دوستان عزیز، من در چند روز گذشته به ویژه در حاشیه نشست ورشو و الانم که نشست مونیخ داره برگزار میشه، در حاشیه اینا خبرنگار CBS اومد با آقای مایک پمپئو یک مصاحبه کرد. مایک پمپئو که میدونید اصلا چهره جنجالی است، یکی از چهره‌های جنجالی دولت آقای ترامپ هستش، اومد و یک مصاحبه کرد که آقا داستان چیه؟ تو بلند شدی میخواستی مثلا با کره شمالی بری صحبت کنید، هیچ پیش شرطی برای مذاکره نذاشتید، اما برای ایران شما 12 پیش شرط گذاشتید، که اگه یادتون باشه من این 12 پیش شرط آقای مایک پمپئو رو اومده بودم براتون تحلیل کرده بودم، که این 12 پیش شرطی که برخی از حرام لقمگان سیاسی ما، برخی از افرادی که واقعا چه در طیف اصلاحات چه در طیف جبهه براندازی از هر مدلش مجاهد بگی تا رضا باز و اینا، چون من میگم رضا باز به خاطر که ما الان دیگه نیروی سلطنت طلبی نداریم، اونایی که دنبال رضا هستن میگن حتی این آدم جمهوری هم بره ما میریم اون سمت، برای همین من میگم رضا باز، یعنی من رو واژگانم دقت دارم، از روی عقده چیزی رو نمیگم، عموم افرادی که هوادار پادشاهی هستن و سرشان به تنشان میارزه، از اردشیر زاهدی بگی تا شجاع‌الدین شفا تا برو سمت پروفسور انصاری و حتی افرادی همچون رضا فاضلی و اینا تو این طیف، حتی که جنراتی خود مثلا سطحشون از افرادی چون مثلا خود اردشیر زاهدی نظر سیاسی اینا خیلی پایین تره، همه اینها که سری به تنشون میارده و دارای شخصیت هستن، دارای شناسنامه هستن، حتی داریوش همایون که حالا اختلاف نظر داریم سر لیبرالیسم باشه، چون داریوش همایون یک آدم کاملا لیبرالی بود، ما اختلاف نظر داریم ولی میهن پرست بود، ببینید ما بایستی یه سری عقده گشایی ها رو بزنیم که همه اینا مثلا از این آدم براءت کردن، برای همین اونهایی که امروز باش مونده اینا رضا بازن، که البته من از اینها حتی تو همین رضا بازان باز اون رضا بازه که یه ذره شخصیت دارن دیگه زیاد خودشون دیگه فهمیدن نه حضور پیدا کنن چیزی بگن، حتی اینهایی که امروز دور و بر این بنده خدا هستن، من از اینها به عنوان پوزش میخوام از عزیزانی که دارن این جمله رو میشنون، دوست ندارم اینو بگم ولی به راستی اینها رو من به عنوان کاندوم سیاسی میدونم، این تمامی اینایی که دیدی تو ورشام رفتن اینا کاندوم های سیاسی هستن که اصلا به مسائل توجه ندارن، که از این 12 مورد آقای مایک پمپئو که برای مذاکره گذاشته بود با جمهوری اسلامی، عموم این کاندوم های سیاسی برانداز حمایت کردن، حالا این 12 موردش رو رفتم نگاه کردم براتون تحلیل کردم، حتی قبلا حفظ ظاهر میکردن به جمهوری اسلامی میگفتن رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق شهروندی، در این 12 موردی که پیش شرط آمریکا برای مذاکره با ایرانه اصلا واژه‌ای از حقوق بشر و حقوق شهروندی و مثلا زندانی سیاسی و اینام دیگه نیست، اگرم بود که اینا پوشش بود، البته حتی دیگه این پوشش هم قرار نداد آقای مایک پمپئو، این 12 مورد این بود که تو چرا موشک داری، چرا تو منطقه، چرا مثلا گذاشتی بشار اسد بمونه، چرا فلان کردی، چرا توی خلیج فارس مثلا ناو جنگی آوردی و و و، چرا نفس میکشی، اینا بود، یعنی حتی اون مواردی که جریان دلال حقوق بشری ما که هر کدوم برای این که بتونن در این بازار مکاره حقوق بشری حجره هرچند حقیر برای خودشون دست و پا کنن و تمام منافع ملی کشور ما رو نادیده میگیرن، حتی از اون جنس هم آقای مایک پمپئو بر اولین بار چیزی رو مطرح نکرد، برعکس دولت‌های مکار مثلا آقای اوباما و غیره که مثلا حفظ ظاهر میکنن، آقای مایک پمپئو دیگه این قضایی هم مطرح نکرد. به هر روی این 12 مورد بیان کرد، حالا خبرنگار CBS که الان دارید در کنار من میبینید از آقای مایک پمپئو میپرسه که آقا جان شما 12 مورد برای ایران پیش شرط گذاشتی ولی برای کره شمالی نذاشتی، چرا؟ خیلی پاسخ آقای مایک پمپئو صادقانه است، بسیار صادقانه است. من یکی از دلایلی که حمایت میکنم همیشه از دولت آقای ترامپ که ایشون اومد روی کار، دولتی است به شدت صادق. شما دیدید سر مرگ خاچقچی آقای ترامپ برگشت گفتش که ما این مرگ رو محکوم میکنیم، جنایت عربستان رو محکوم میکنیم ولی قرارداد اسلحه داریم عزیزم، نمیتونیم جلوی قرارداد اسلحه رو بگیریم. آقای مایک پمپئو از این جنس پاسخ میده، پاسخ خیلی جالبه، اول پاسخشون رو گوش کنید تا از انگلیسیه بعدش من بهتون خواهم گفت. Iran needs to meet 12 conditions before the US will be willing to negotiate a new nuclear deal. Why are there no preconditions for North Korea? We've made very clear
that these situations are very different. We take each of them where we find them. North Korea today has weapons, nuclear weapons, capable of reaching the United States of America. This is a threat that President Trump said we needed to take on now and take on immediately. The President's chosen to meet with Chairman Kim. I've now met with him several times myself. We're very hopeful that we can push them. خب به همین سادگی شنیدید که آقای مایک پمپئو چی گفت. درود میفرستم بر همه عزیزان، مسلم، مهتی، جواد، علی، یارانی که الان بهروز، آتنا، همه عزیزان، رضا ستار، همه عزیزانی که دارن نگاه میکنن و دوستان اینستاگرام. پاسخ به این روشنی مثل آب خوردن. های مایک پمپئو گفتش که ما 12 پیشرفت برای جمهوری اسلامی گذاشتیم، چون جمهوری اسلامی همچون بر مثل کره شمالی دارای بمب اتم نیست. کره شمالی دارای بمب اتمه که این بمب های اتمش به مرزهای ما در آمریکا میرسه، ولی در مورد جمهوری اسلامی نیاز نبود چنین داستانی رو ما نادیده بگیریم، برای پیشرفت گذاشتیم چون جمهوری اسلامی بمب اتم نداره. به همین سادگی. ببینید تمامی این بحثایی که آقا قوانین بین المللی، تمامی بحث قانون، قانون چی میگه؟ میگه آقا همه در برابر قانون مساوی هستن. این قانون دیگه، قانون بین الملل، اون چیزی که میگن که ما بارها گفتیم آقا اینا حرفا مزخرفه، همچون کتاب قله حیوانات برخی ها در برابر قانون برابرترن. آقا قانون دنیا قانون جنگله، برو بالا بیا پایین، هر کسی که دارای قدرت بیشتری داشته باشه، قدرت نظامی در میز مذاکرات بیشتر میتونه به قول معروف بتازد. آقای مایک پمپئو میگه کره شمالی بمب اتم داره، ایران نداره، برای همین ما برای ایران 12 تا شرط پیش شرط مذاکره گذاشتیم، برای کره شمالی نمیذاریم. اینو باید اون توده مردم بشنون که میگن آی تازه حالا بمب اتم اینا که چی، همین بحث موشکی و بحثای منطقه‌ای ما هم که حالا من تو بخش سوم در مورد مصداقی که واقعا حرام لقمه‌گری سیاسی رو به انتها رسونده بیشتر توضیح خواهم داد، که امروز مردم ما میگن آقا آمریکا گردنش کلفته، پلیس بین الملل، ما بریم آقا مثلا نوچگی کنیم، عزت و مزت و ولش کن، بریم حالش رو ببریم، هر کی نوچه آمریکا شد داره حالش رو میبره، مردمش مشکل ندارن. آقای مایک پمپئو به این راحتی گفت آقا ایران چون بمب اتم نداره ما تو سرش میذاریم 12 تا پیش شرط میذاریم. حالا شما فکر کن دیگه ایران موشک هم نداشته باشه. ببینید امروز که ما بمب اتم نداریم اینا برای ما 12 تا پیش شرط گذاشتن، فردا که ما موشک های بالستیکمون رو نداشته باشیم، موشک های که بالای برد 2000 کیلومتر به مانند موشک خرمشهر هستن، اینها رو نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ یا موشک سجیل که خیلی میترسن ازش، اینها رو نداشته باشیم، اینا به جای 12 تا 24 تا پیش شرط مذاکره میذارن. پس فردا که ما تو بحث برجام منطقه‌ای، آقای روحانی چی میگفت؟ یه برجام امضا کرد آقای روحانی را، برجام هسته‌ای رو 12 تا پیش شرط گذاشت آمریکا برامون. اگر آقای روحانی که طبق همون صحبتاشون در سال 95 در نوروز 95 یک باری تو خودشون انداخته بودن با افتخار با یک غرور خاصی اومدن گفتن امسال سال حماقت ملی، سال تسلیم، سال اینه که ما هر آنچه که دانشمندانمون کاشتن ما همه اینا رو بریزیم توی آب، بریزیم توی سطل آشغال و برجام دوم و سوم امضا میکنیم، برجام دوم موشکی بود که خب 12 پیش شرط آمریکا میشه 24 تا. حالا فردا که این برجام سوم که برجام منطقیه، این داستان آمریکا میشه 36 تا. دوباره ما اگه دوباره آمریکا از ما برجام میخواد، یه دفعه میگن آقا شما اصلا چرا هواپیما دارید، چرا اسلحه دارید، چرا فشنگسازی در پارچین ورامین دارید، اون وقتم اونم امضا کنیم دیگه پیش شرط آمریکا چی میشه؟ میشه 48 تا. همینجوری میره بالا 12 تا. ولی اگر شما موشک اتمی داشتید مثل داستان کره شمالی، فوش خارمادر و آقای ترامپ و رهبر کره شمالی به هم دیگه دادن، آخرش بدون هیچ پیش شرطی آمریکا حداقل حاضر شد یک مذاکره ای بکنه. این حقیقته. ببین از این به بعد اگر کسی برگرده در فضای سیاسی کشورمون، چه تو تاکسی چه توی، حتی الان بحثی که تو تاکسی مطرح میشه عموما از بحثی که در بی بی سی و رسانه ها داره مطرح میشه تخصصی تر خودش، چون اینایی که الان دیگه دارن تو بی بی سی میارن اینا یه مش آدمای رسما
چی میگم واژه پاچه خار نمیخوام استفاده کنم، رسما توابن، تواب سیاسی و تمدنی هستن که میگن ما تو سری خوریم، ما هیچی نیستیم، ما بدبختیم، همه چی تو غربه. حالا من هرچی تو غرب دارم، والا حالا اینا که انقدرم غرب غرب میکنن، یه چهار تا مسافرت هم نمیتونن برن. دیدید دیگه عقب افتاده رضا طلب که تو عمرشون برای 30 سال 100 تاشون جمع شدن تو ورشو لهستان پاچه هم دیگه رو گرفتن، چون به خاطر که این اصلا نه دنیا رو دیدن نه چی، همین عقب افتادن. حالا ما که همش تو سفریم و همش داریم میگردیم، ما نفهمیدیم این دنیا چی داری که ما نداریم. ما که هر چی اتفاقا هر چقدر بیشتر گشتیم فهمیدیم که کشور خودمون هزار تا چیز داره که دنیا نداره. چون امروز هم توی آرشیا بودم با یکی دو تا از این دوستان بحثمون نشد، بحث کردیم، همین داشتم مطرح میکردم. نمیخوان ببینن، یعنی خودشونو دارن فریب میدن، یعنی تو اروپا هم زندگی میکنن خودشونو فریب میدن. و اینها برمیگردن میگن نه چون ما تو سری خور هستیم فلان و اینا، گفتمان تسلیم داریم، بریم همینجوری آقا اگه مذاکره نتیجه میداد خب ما تو دوران قاجار به نتیجه میرسیدیم. ما یک تجربه تاریخی 200 ساله داریم. بارها بهتون گفتم جمهوری اسلامی رو بذارید گوشه ذهنتون. جمهوری اسلامی با تمام بدیهایی که اپوزیسیونش میگه و خیلی هاش هم درسته، و با تمام خوبیایی که حامیان جمهوری اسلامی میگن که خیلی هاش هم غلطه، دیگه از این بالاتر نداریم، این جمهوری اسلامی 40 سال روی کاره. ما یک تاریخ 200 ساله در ارتباط با از زمانی که بوروکراسی اداری به شکل امروز تقریبا در آمده و از زمانی که کشورهای غربی به این شکل اومدن در بوروکراسی خودشون و نظم نوینی که پیاده کردن، مناسباتی که داریم، ما با غرب 200 سال الان به هر شکلی برخورد داریم، نمیگم روابط داریم، در حقیقت ما 200 سال با غرب برخورد به این سبک نوینش داریم. اگه نبخوایم به سبکای دیگه نگاه کنیم، خب سالها ما در دوران ساسانی مثلا با غرب درگیر بودیم، در زمان هخامنشیان بودیم. من دارم این فصل جدید با غرب رو میگم 200 ساله. خب آقا اگر مذاکره نتیجه میداد که بیچاره قاجار که چیزی برای این مملکت نذاشت، در حد اینکه یه یک مثلا آقای احمدشاه قاجار بره در کافه پاریس با دو تا خانم فرانسوی هم پوزش میخوام بخوابه، که نصف مملکت رو میداد میرفت. به قول اون آقای سپاهی که برمیگرده میگه آقا این کشور نهنگ بود که اینجوری نبود که، بعدش اینجوریش کردن همه رو، تو سرسره بازی و توی مثلا اشغال و چرخ و فلک و اینا که بازی میکرد با این دخترای فرانسوی که مملکت رو داد. تمام چیزام تو مذاکرات آقا قاجار قشنگ تواب تواب بود، قشنگ بله قربانگو بود. خب چرا اون موقع به نتیجه نرسیدیم؟ یا در زمان خود رضا شاه شما دیدید، حالا رضا شاه رفت در کنار هیتلر وایسا، داستانهای خودش رو داره. حالا رضا شاه رو بردن، بیچاره محمد رضا شاه پهلوی که راهی هم نداشت، یک جوانی بود که پس از جنگ جهانی دوم که دنیا رو به هم ریخت، جنگ جهانی دوم آلمان رو که کلا نابود کرد. ما الان کشوری به نام آلمان نداریم، توهم اونایی که میگن کشور آلمان، پاشن برن آلمان زندگی کنن بفهمن چیزی به نام فرهنگ آلمانی و کشور آلمان عملا دیگه وجود نداره. یک تواب تمدنی است خانم مرکل، تا جایی که صدر اعظم آلمان وقتی که سرود ملی آلمان، همین سرود ملی الانشون، همین نیمبندی که تازه سرود آنچنانی هم نیست و اینا، وقتی که میخونن و یکی از افراد حزبش، افراد دولتش پرچم آلمانو تو دستش میگیره، خانم مرکل برمیداره پرچ میکنه پرچم آلمانو. یعنی ببین چه کسی رو گذاشتن روی رأس آلمان. آلمانی ستیزترین فرد در آلمان خانم مرکل رو گذاشتن تو رأسشون. خب و آلمانی وجود نداره، تمام کشور رو به هم ریختن. خب بیچاره محمد رضا شاه اومد، بعد از رضا شاه ایشون رو گذاشتن. خب آقای محمد رضا شاه که نمیتونست کاری بکنه، یک جوانی که کشور اشغال شده اینا و همه اون داستانهایی که میدونید، مجبور شد حداقل تا سال 50 تماما دهه 20 و دهه 30 و دهه 40 تماما بله قربانگو باشه. تازه از سال 50 دیگه میخواست یک مقدار جلوی اینا وایسه. دیدید دیگه انقلاب آمریکایی 57 رو انداختن با هزاران سند، هر کیم قبول نداره فکر میکنه تو توهماتش با 4 تا مرگ بر مثلا شاه و با اینکه امام عمر و همه چی حل شد، اینا توهماته. قشنگ انقلاب آمریکایی. بازم اینو من بگم اینجا، باز یک من توی صحبتام پرانتز زیاد دارم چون باید بگم، چون هرچی تکرار میکنم مثل اینکه خیلی ها نمیخوان بگیرن. طرف توی جمهوری اسلامی نشسته به عنوان تحلیلگرای خیلی گردن کلفتشون میگن آره جدیداً مد شده بگن انقلاب آمریکایی، آمریکایی‌ها مگه شاهی که همه چی رو میداد مگه دیوانه بودن که شاهو ببرن؟
قربونت برم آقای روحانی بیشتر که آقا روحانی بیشتر باج زد به این غربی ها به آمریکا یا شاه دار خود. چرا این برجام رو زد زیرش آمریکا؟ تو هنوز جنس آمریکا رو نمیشناسی. آمریکا طمع داره، حماقت داره. آمریکا اگر حماقت نداشت که تمام قد پشت شاه وای میساد. نه دهه 54 باشا جلو اینا وایساد، سر نفت و سر داستان اوپک و سر موارد دیگه دو سه تا تیکه دروش اومد. یعنی تنها رهبر سیاسی که اینگونه دروش اومد، یعنی حرفایی که محمد رضا شاه به غربیا انداخت، هنوز که هنوز خامنه ای نتونسته بگه. یعنی هنوز که هنوز، حالا خامنه ای به هر دلیلی هنوز نگفته، محمد رضا شاه توی مصاحبه برمیگه میگه آقا شما چشم آبیا تنبلید، کار نمیکنید، شما چشم آبیا پرتوقعید. این واژه های محمد رضا شاه توی مصاحبه هاش، اینا که نمیتونه، اینا که حس فیلمش نمیشه منکر شد. این که آمریکایی یا شاهو بردن به خاطر طمعشون بود، همون طمع از همون جنسی که برجامو زدن زیرش. آقا این روحانی و تیم ظریف که حالا اگرم سازمانی نوکر آمریکا نبودن که عملا ببخشید نوکر آمریکا بودن، چرا اینا رو ضایع کرد؟ چرا اینا رو ببخشید دست به سنگ روی یخ کرد؟ نمیگم در دوران ترامپ، حالا میگیم ترامپ دیوانه است فلان هر چه شما میگی، تا خود زمانی که آقای اوباما بود حتی تمام قولهایی که با آقای روحانی داد در حد نسیه باقی مون. هیچ کدوم از قولهای آقای اوباما، اون همه پولی بهتون میدیم اینا، هیچ کدوم انجام نشد. یک مقدار خود آقای اوباما میگه، میگه آقا ما قراردادی که میخوایم به اینا پولی که بدیم یک دهمش هم هنوز ندادیم. یعنی فقط حلوا حلوا کرد آقای اوباما برای آقای روحانی. بنابراین حتی تو از آمریکای اوباما هم به وعده اش به روحانی عمل نکرد، در حالی که اگر عمل میکرد خیلی زود به برجام دو و سه میرسید. آقای روحانی زبونش دراز میشد، آقای خامنه ای رو توی منگنه میذاشتن، گوشه رینگ میذاشتن، همونطور که گوشه رینگ آقای خامنه ای رو نگه داشتن، خامنه ای مجبور شد باج بده و خودشون هم تو سخنرانیشون گفتن، گفتن خدا لعنت کنه اونایی که، نه این واژه رو نگفتن، گفتن خدا ببخشه اونایی که اومدن هی به من گفتن مذاکره اینا. منظورش تیم هاشمی رفسنجانی اینا بود. خب اگه این اوباما عاقل بود همون سری خیلی فوری قراردادهایی که سر برجام قرار شد، امتیازات کودکانه آب نبات چوبیایی که در برجام قرار شد به آقای روحانی بده رو، آب نبات چوبیا رو زودتر میداد تا بتونه به برجام دوم سوم برسه، ما رو به خاک سیاه بشونه. منتها اینا توقع دارن، اینا طمع دارن، خیلی طمع دارن. حتی آمریکای اوباما انقدر طمع داشت آب نبات چوبیایی که قرار بود سر برجام به ما بده که ما رفتیم تمام این آب سنگین عراق و خودمون بتون گرفتیم، سانتریفیوژمون رو خودمون همه رو جمع جور کردیم، پدر این مملکت رو درآوردیم، دانشمندان هسته‌ایمون رو فرستادیم که الان راننده تاکسی شدن و یکی دیگه داره کار لاستیک میکنه، لاستیک ماشین انجام داره میده. برخیاشون اومدن جذب این سرویس‌های اتمی غربی و آمریکایی شدن، به ویژه صهیونیستی شدن. این ضربه بزرگ و جبران ناپذیر بر پیکره جامعه هسته‌ای کشور ما خورد. خب اگه اوباما زننگ بود، این آب نبات چوبیا رو زودتر میداد که برجام دو سه میرسید، ما رو به خاک سیاه، ما رو این شوروی میکردن. برجام منطقه‌ای و موشکی، همون کاری که با شوروی کردن، همون کاری که با لیبی کردن، همون کاری که با صدام کردن. ولی اینا طمع دارن. حالا من میخوام بگم فقط ترامپ نیست که تعمداش اومد بیرون، اوباما هم اونا رو اون وعده هاشو عمل نکرد. از جنس آقای محمد رضا شاه همین بود، طمع کردن عزیزم. مگر انقلاب 100% انقلاب آمریکاییه. بنابراین تمام این بحثه که آقا ما چرا، آخه همش هم این مردم ما میگن آقا ما چرا باید وایسیم جلوی آمریکا، میگم آقا وای نستید، میگم به شما میگید وای نستید، وضع زندگیمون خوب میشه اینا، یه خورده باج بدیم مثل سوئد و مثل کشورهای اروپایی نوکر آمریکا بشیم زندگیمون خوب باشه، من اینو میفهمم. خب این کار ما کردیم، تجربهشو داریم قربونت برم، تجربه 200 سال است. حالا اگه تو تاریخ نخوندی، تو حافظه تاریخی نداری، تو همش پای سایتای فیلمهای پرن هستی، این دیگه به ما ربطی نداره. این دیگه به اون بیچاره سپاهی ها که دارن جان میدن برای اقتدار این مملکت ربطی نداره که الانم 40 تاشون رو دیدید دیگه چگونه پرپر کردن از سیستان بلوچستان، جیگر آدم آتیش میگیره، خون آدم به جوش میاد و این دیگه به ما ربطی نداره واقعا. ببین شما تاریخ رو بخونی، اون چیزی که امروز توده مردم دارن بیگ مک خوری سیاسی میکنن، چون اینا اهل مطالعه نیستن که، همشون پای بی بی سی نشستن، بی بی سی تو کلشون کرده، این رسانه ها کردن، همشون با همدیگه یک سری چرندیاتو میگن، مثل توتی تکرار میکنن، بهش میگن بیگ مک خوری سیاسی.
شماها با این بیگ مک خوریای سیاسی میخواید کشور ما رو نابود کنید و دارید میکنید. آقا تاریخ رو نگاه کن، ما تو دوران قاجار همه این امتیازات رو داریم، در دوران محمد رضا پهلوی تمام این امتیازات رو داریم، نتیجه چی شد؟ گذاشتن پیشرفت کنیم؟ گذاشتن به جایی برسیم؟ الان بعضیا برمیگردن میگن آره، حالا توی بخشمون مرتیکه مساقی میگن برگشته میگه که آره ما کاری که قبلا 60 سال پیش آمریکایی‌ها میکردن، ماهواره میفرستادن، ما هنوز نمیتونیم. خب حرام لقمه گفتمان تسلیم، مبلغ تسلیم ملی. 8 کشور در دنیا کار ماهواره میکنن، 8 کشور در دنیا، حداقل 200 کشور، دقیقاً فکر کنم 205 کشور در سرتاسر این 5 قاره خاکی وجود داره. 8 کشور انحصار فرستادن ماهواره رو تو دستشون دارن. و تو الان دازده میخوای چی رو به ما ثابت کنی؟ میخوای بگی مثلا بعد این گفتمان بیشرافتی رو ببریم جلو؟ این میهن پرستیست؟ این اصلا میهن پرستی رو بذارید که نه آقا، اصلا میگی میهن پرستی غلطه. کمونیست ها میگن که میهن من جهانه دیگه، انترناسیونالیسمیم. میگن اصلا ناسیونالیسم معنی نداره، مرز مهم نیست. آقا ما جهانی فکر میکنیم. آقا جهانی فکر کن خیر سرت. دولت‌های کمونیستی مثل همین مادرو و خیلی های دیگه، اینا هم دارن همونجوری مثل شما فکر میکنن. با اینا چرا کار؟ ببین نگاه کن، حتی شما بخوای هر شکلی که فکر بکنی، این زورگویی است که دارن با ما میکنن. و اگر ما تسلیم این زورگویی بشیم، ببین عزیزم، رسما کشور ما از بین میره. فکر نکنین از بین رفتن فقط و فقط اینه که کشور فیزیکی از بین بره. کشورهای اروپایی مثل آلمان، حداقل آلمان از بین رفته است. کشور آلمان وجود نداره، کشور سوئد دیگه وجود نداره. محتواشون دیگه، اینا ظرفشون دیگه فقط موجوده، فیزیک جغرافیاییشون موجوده، محتوا وجود نداره. حالا میتونیم بحث کنیم بگیم تو حوزه‌های دیگه هم ما محتوایی خب از بین رفتیم، الان بی اخلاقی که در جامعه نو، که اون یک بحث دیگری که نمیخوام وارد بشم. من در این حوزه دارم میگم که اگر دقت بکنی، اگر میخوای یک زندگی راحتی داشته باشیم، معناش سازش نیست. سازش هزینه های خیلی هنگفتی داره. اولین سازش ما در مورد مسئله هسته‌ای 12 شرط شد برای آقای مایک پمپئو و آمریکا. ولی اگر مثل کره شمالی محکم وایساده بودیم، به بمب اتم رسیده بودیم، حداقلش این بود برای مذاکره دیگه پیش شرط برامون نمیذاشن. دومین سازش ما میشه 24 تا آقایون برای ما میان پیش شرط میزنن. خودش داره میگه دیگه آن مایک پمپئو دیگه، من که نیستم، خودش داره میگه، میگه کره شمالی بمب اتم داشت، ما مذاکره دیگه دیدیم پیش شرط نمیتونیم بزنیم، ولی ایران نداره. یعنی چی؟ یعنی هر کی دستش پرتر باشه تو حوزه نظامی در میز مذاکره میتونه بیشتر بتازاند. این مسئله خیلی به خدا فهمش پیچیده نیست. من واقعا نمیدونم چرا خودشونو زدن به نفهمی، چرا بعضیا خودشونو زدن کوچه علی چپ. این بخش برنامه رو می‌بندم. سپاسگزارم که توجه کردید. به هر حال زنده باشید.